این هفته با جت بر فراز آب، با هدست در سطح آب و با روبوت در زیر آب. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. تابستون امسال یکی از گرمترین تابستون‌های معاصر بوده. ما اینجا در بریتانیا حتی یه تابستون داغ داشتیم. البته وقتی میگم داغ با استانداردهای اینجاست، یعنی 31 درجه 32 درجه. به هر حال داغ هوا باعث شد که بازار پارک‌های آبی و آبتنی توشون هم حسابی داغ بشه. اسم اینجا ترمردینگه، یه جا وسط منطقه باواریای آلمان. ترمردینگ از بزرگترین پارک‌های آبی اروپاست. اینجا بهشت کسانیه که میخوان ولوشن، لبی تر کنن و بعضن یکم یوگا کنند. ضمن اینکه 27 تا سرسره هم داره. این یکیش، این یکی دیگه و این هم یکی دیگه. بله، اینجا بزرگترین پارک آبی اروپا هم هست. سوال اینه که آیا 27 تا سرسره برای 4500 نفری که روزانه میان اینجا کافیه؟ فکر کن بشه هر وقت خواستی با یک کلید سرسره ها رو عوض کنی و یه جدیدش رو آزمایش کنی. برای این سرسره های جدید دیگه مایو و تیوب بس نیست. یه دونه از اینا هم لازم دارید. از اونجایی که سرسره واقعیت مجازیه میتونید انتخاب کنید کجا سر بخورید. روی کوههای پر از برف یا حتی روی یک سیاره دیگه. در واقع 4 جور سرسره مجازی رو با همه موانع و پیچ و تاب‌هاشون توی همین یک سرسره گنجوندند. بعضی وقتا مردم به خصوص مسن‌ترها میگن ما بدون عینک بیشتر دوست داریم، به خاطر اینکه این سیستم یکم براشون زیادیه. ولی جوانترها، چه بچه‌ها، چه نوجوان‌ها و خانواده‌ها مثلا بین 10 تا 29 سال خیلی خوششون میاد. همه میگن بهترین تجربه زندگیشون بوده. الان تعداد بازدیدکننده‌هایی که از VR استفاده میکنن از 50,000 بیشتره. عینک‌های معمولی VR خیلی مناسب این کار نبودند. یکم زیادی پیچیده بودند. بنابراین باید به جاش یک نسخه ویژه آب درست می‌کردند که دوامش هم خوب باشه. کار خیلی سختی بود. اول همه باید مالک رو راضی می‌کردیم. اجازه بده این کار رو بکنیم. بعد یکی دو بار آزمایشی انجام دادیم. وقتی مالک ترم خودش دفعه دوم امتحان کرد، حالت تهوع گرفت. گفت خوشم نیومد، نمیخوام. برای اینکه اگه روی سرسره بری سمت چپ و در این حال توی واقعیت مجازی بری سمت راست، حالت تهوع میگیری. برای اینکه بفهمیم این مشکل رو چطوری حل کردند، اول باید از شر این آب خلاص شیم. در تمام طول سرسره حسگر گذاشتن تا عینک واقعیت مجازی شما در هر لحظه دقیقاً بدونه که شما کجایید. این موضوع بسیار مهمیه، چرا که چیزی که میبینید باید دقیقاً بر اون چیزی که حس میکنید منطبق باشه، وگرنه حالت تهوع بهتون دست میده. استیون گرین‌وود و گروهش ماها روی طراحی و آزمایش این سامانه کار میکردند. صدها بار روی سرسره آزمایش کردیم. هر کدوممون صدها بار سوار سرسره شدیم. برای اینکه می‌خواستیم مطمئن شیم همه چیز 100% درسته. برنامه بعدی استیون اینه که واقعیت مجازی رو به جای سرسره در طبیعت پیاده کنه. این عینک غواصی که میشه توش یک گوشی گذاشت، با این کار تبدیل میشه به یک عینک VR که میشه باهاش غواصی کرد. به درد کسانی میخوره که نیاز به تمرین غواصی دارند، کسانی مثل تعمیرکاران سکوهای نفتی، حتی فضانوردان میتونن با اینا تمرین کنن. ترکیب حس بودن در یک محیط متفاوت با حس دیدن یک جهان کاملا مجازی ترکیب خیلی قویه. به نظر من این فناوری پتانسیل عظیمی برای آموزش‌های نظامی و تکنسین‌های دریایی داره. Training.
اینا نمونه آزمایشی هستند و هنوز کار دارند. تصویرشون به نظر بی‌نقص نیست. از اون مهمتر گوشی ضدآبی که توش کار گذاشتن فقط میفهمه کجا رو داری نگاه میکنی و نمیفهمه که کجا داری میری. مسئله بزرگ بعدی که باید حل بشه همینه. برگردیم به سرسره. از غذا برای اون هم برنامه‌هایی دارند. می‌خوایم ویژگی‌هایی بهش اضافه کنیم، مثلا صدا و عناصر حسی دیگه. به نظرم میتونه خاصیت درمانی داشته باشه. فکر می‌کنم در حوزه‌هایی مثل تراپی جسمی، مدیتیشن و بازپروری میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. کلاً اینکه شما روی آب شناور بشی و تصاویر آرامش بخش روی چشات ببینی میتونه به لحاظ روحی خیلی مفید باشه. به نظر میرسه این ماجرا آغاز راه واقعیت مجازی دریایی. خب بد نیست بعد از سرسره بازی یکم زیرابی بریم. برای پژوهش آبزیان دیگه نمیشه به یک گوپروی ساده اکتفا کرد. برای همین دانشمندان به فکر ساخت وسایل جدید افتادند. این سوفیه، یک ربات ماهی نرم که توسط آزمایشگاه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی MIT برای مطالعه زندگی آبزیان ساخته شده. قطعات الکتریکیش داخل یه بدنه سیلیکونی حفاظت شده و میتونه تا عمق 15 متری زیر آب شنا کنه. برای شنا کردن یه موتور آب رو تو دم ماهی پمپ میکنه تا اونو به جلو برونه و از باله‌هاش هم برای تغییر جهت استفاده میکنه. اونچه که ما از ساعت‌ها غواصی با سوفی برداشت کردیم اینه که سوفی در زندگی آبزی‌های محلی دخالت نمیکنه. برعکس، وقتی که ما خودمون کنار سوفی شنا میکنیم، ماهی ها ازش فرار نمیکنن. اون در کنار ماهی های واقعی شنا میکنه و با استفاده از یک لنز چشم ماهی یا فیش آی عکس و ویدیوی با وضوح بالا میگیره. میتونه یا به طور مستقل خودش حرکت کنه یا با یک کنترل کننده ضد آب سوپر نینتندو هدایت شه. سوفی با محیط زیست سازگاره و ازش مواد مضر نشت نمی کنه و صداهایی که برای زندگی آبزیان خطرناکه منتشر نمی کنه. اما چرا آزمایشگاه MIT می خواد چندین گروه از سوفی ها رو در ابعاد مختلف در اقیانوس ها رها کنه؟ برای انجام فعالیت هایی مثل هدایت ماهی های دیگه و همینطور تشخیص مزاحمان در یک منطقه یا فقط گرفتن نمونه های از اقیانوس تا رفتار اقیانوس ها رو درک کنیم. اقیانوس ها به شدت آلوده شدن. با یه تیم از صوفی ها میشه تصور کرد که این آلودگی ها رو نقشه برداری کنیم و حتی ممکنه بتونیم شروع به تمیز کردنشون کنیم. خب به اندازه کافی آب بازی کردیم، حالا یکم رکاب بزنیم. البته اسمش دیگه رکاب زدن. این روزا دوچرخه سواری با قدیم خیلی فرق کرده. حالا باید یه عالمه دم و دستگاه به دوچرخه وصل کنیم. اینجا در بریتانیا و خیلی کشورهای دیگه این یک قانونه. میگید نه؟ گزارش لارا لوینگتون رو ببینید. سایمون سردبیر کلیکه و همه جا با دوچرخه میره میاد. اولین وسیله که نشونتون میدیم کلاه ایمنی هوشمند کروسه. کروس با بلوتوت به موبایلتون وصل میشه و از طریق رسانایی استخوانی صدای موبایلتون رو به شما میرسونه. حالا اون صدا میتونه صدای جهتیاب باشه یا موسیقی. ضمن اینکه صدای محیط رو هم حذف نمیکنه. مواظب باش. میشه با کنترل از راه دور یا با اپلیکیشن کنترلش کرد. با اپلیکیشن میتونین مسیراتون رو ذخیره کنین یا اطلاعاتتون رو با دوستاتون هم رسون کنین. روی کلاه یه میکروفون ضد باد هم داره که مخصوص مکالمه تلفنی طراحی شده. البته بهتره کلن در حال دوچرخه سواری با موبایل حرف نزنیم. خب، یه گپ کوتاه زدیم با تلفن. کیفیت صدا عالی بود. قطعا کیفیت صداش از هر وسیله مشابهی که من روی دوچرخه امتحان کرده بودم بهتر بود. یه حسن دیگه این کلاه اینه که خیالت راحته که رسانه استخوانی دقیقاً جایی که باید باشه قرار گرفته. آره، خیلی حس خوبی داشت. برای اینکه در آوردن جای استخون فک واقعاً سخته. با این بعد از یکی دو هفته که سعی می‌کنی که صدا خوب برسه، نهایتاً می‌بینی اونقدر سفتش کردی که عملاً داری خودتو خفه می‌کنی. مثلا وقتی وسط شهر لندن با اون همه ترافیک رکاب می‌زنی، درست صدا رو نمی‌شنوی. البته احتمالاً بعضیا به خاطر مسائل ایمنی میگن صدای ترافیک رو بشنوی بهتره تا موسیقی. این ایر پیوره، ماسک ضد آلودگی برای دوچرخه سوارها و موتور سوارها.
تولید کننده میگه فیلترش جلوی آلودگی، گرد، ویروس و باکتری ها رو میگیره. فیلتر قابل تعویضه. یه اپلیکیشن داره که اطلاعات مربوط به آلودگی جاهایی که دوچرخه سواری کردی رو میگیره و بر اون مبنا میگه کی باید فیلتر رو عوض کنی. قیافت یکم ترسناک شده با این. بگذاریم که هوا هم امروز 30 درجه است. گرمت نشد؟ راستش چرا؟ خیلی گرم بود. البته از نظر گرما بدتر از اینو هم دیدم. این از بعضی از مدلایی که من امتحان کردم به مراتب راحت تره. طراحیش هم به نظرم یکم بهتره. منتها به نسبت ماسک‌های دیگه خیلی گرونه. ماجرای وصل شدنش به اپ و تشخیص میزان آلودگی در مسیری که قراره بری چی شد؟ من این از اون مواردیه که یکم در فناوری زیاده روی کردن. هر کسی با امر سلیم هم میتونه تشخیص بده که حدوداً کی فیلترش رو عوض کنه. و نهایتاً بلینکرز که بعضیا میگن نسل بعدی چراغ دوچرخه است. بلینکرز به جز نور معمولی چراغ، نور لیزر هم داره. باید دید در عمل از چراغ عادی بهتره یا نه. خدمت شما. ببین چطوره. نتیجه چی بود؟ چراغ ترمزش وقتی سرعتت کم میشه هم روشن میشه. احتمالاً شتاب سنج داره. خیلی قشنگه. برای من دوچرخه سوار خیلی مهمه که بدونم پشت سری میفهمه دارم آروم میکنم و ممکنه بیستم. راهنمای چپ و راست. راستش کمتر دوچرخه سواری از چراغ راهنما برای علامت دادن استفاده میکنه. من که تا حالا ندیدم. حتی توی دستورالعمل چراغم نوشته صرفاً به چراغ راهنما اتکا نکنید. از دستتونم استفاده کنید. ممکنه یه کار اضافی صرفاً حواس آدم رو پرت کنه. راحت نیستم باهاش. چراغاش خیلی پرنوره. کلن رقابتی را افتاده بین تولید کننده های چراغ دوچرخه که چراغ پرنورتر تولید کنن. چراغا هی داره پرنورتر و پرنورتر میشه. این حتی توی روزم پرنوره. خبرهای فناوری هفته رو با سرزدن به نمایشگاه امسال ایفا در برلین شروع کنیم. اول نگاهی بندازین به این شبیه ساز ماشین سواری فوق‌العاده و بیش از اندازه مهندسی شده. ایسر پردیتور ترونوس یه صندلی، گزینه لرزش و سه نمایشگر داره. هنوز روش قیمت نذاشتن اما انتظار میره این دستگاه به طور باور نکردنی گرون باشه. آیگه از تازه ترین تلاشش برای بهبود آشپزیمون پرده برداشته. وقتی غذا بر اساس ترجیحات شما پخته شه، از طریق یک دماسنج به فر یا اجاق گاز فرمان میده تا خاموش شه. از چیزای جالب دیگه در ایفا هم این بلندگوی هوشمند بنگن اولفسونه که برای کنترل صدا باید قلش بدین. بعدم خودش برمیگرده سر جاش. چرا که نه؟ و آخرین محصول پولاروید هم امکان میده علاوه بر یه نسخه چاپی از عکس، یه کپی دیجیتال هم در گوشی هوشمند ذخیره شه. این هفته همینطور فیسبوک واچ در دسترس همه قرار گرفت. اشتباه نکنیم، این یه ساعت نیست، بلکه خدمات پخش ویدیویی این شبکه اجتماعیه که امیدواره با یوتیوب، آمازون پرایم و نتفلیکس رقابت کنه. ZMP شرکت رانندگی خودران با یک شرکت تاکسیرانی ژاپنی در ساخت یک تاکسی بدون راننده همکاری کرد. در یک آزمایش دو هفته‌ای وسایل نقلیه تا 5 کیلومتر رو به طور خودکار رانندگی کردند. البته یک راننده پشتیبان و دستیار هم داخل ماشین حضور داشته. اونا قصد دارن این فناوری رو برای المپیک 2020 توکیو آماده کنن. و این فناوری پیشرو رو با این آزمایش تحقیقاتی رانندگی خودران که شرکت جگوار لندروور انجام داده مقایسه کنید. محققان فکر میکنن این چشم‌های قلمبه به آبرین پیاده اطمینان میده که دیده شدن. این در واقع یک آزمون برای کمک به درک ایمنی وسایل نقلیه خودرانه. چند وقت پیش بهتون یک جت پک رو معرفی کردیم، کوله پشتی که میتونه شما رو به پرواز در بیاره. اما گونه های دیگه از هواگردهای شخصی هستند که میتونن شما رو روی سطح آب به پرواز در بیارن و حسابی بهتون هیجان تزریق کنند. سری بزنیم به پروانس در فرانسه تا ملاقاتی داشته باشیم با زاپاتا، فرانک زاپاتا. فرانکی زاپاتا قبلا قهرمان جت اسکی دنیا بوده. اینجا هم دفتر کار همکارگاه. کل کارهای تحقیق و توسعه همینجا انجام میشه. سالهاست از پیشروان وسایل نقلیه آبیه و در این مدت چندین اختراع پرنده از خودش به جا گذاشته. سال 2011 این نمونه آزمایشی رو ساختیم. بعد اصلش رو ساختیم.
دو سال بعدش به فکر هاورورد افتادم. بعد زد به سرمون که فلای بورد رو بسازیم. این خودش تعادلش رو حفظ میکنه. فرانکی جدیداً علاقه عجیبی به سوخت موشک پیدا کرده. این موجود ناجور که میبینید 5 تا موتور چسبیده به هم داره که فرانکی باهاشون میتونه تا استراتوسفر بره. حالا شاید یکم اغراق کرده باشم، ولی خیلی میره. حد اکثر سرعتش 176 کیلومتر بر ساعته. برای همه چی یه گزینه اضطراری گذاشتیم. برای بخشای الکترونیک هم چند تا گزینه اضافه هست. موقع راه افتادن حتی اگه یه موتور از کار بیفته هم بلند میشه. بازم پرواز میکنه. حتی 2 تا موتور هم از کار بیفته پرواز میکنه. محافظ کولار انفجار رو مهار میکنه. این تخته پرنده ی آدم 100 کیلویی رو 6 دقیقه تو ارتفاع 160 متری میچرخونه. ساخت یکی از اینا حدوداً 250 هزار دلار خرج می‌کنه. اما فرانکی برنامه‌ای برای فروشش نداره. برای پرواز باهاش هم باید حسابی آموزش ببینی و هم آمادگی جسمانی بالایی داشته باشی. یه دسته داره که فرانکی باهاش موشکش رو هدایت می‌کنه. منتها عامل واقعاً تعیین کننده خود جناب فرانکیه. اگه بخوای بیشتر از 1-2 دقیقه بالا بمونی، باید بتونی با 25 کیلو بار نیروی 2G رو تحمل کنی. باید 1000 ساعت هم تمرین داشته باشی. تعادلش با فلای بورد آبی فرقی نداره. فقط 20 برابره. انگار اونقدرها آسون هم به نظر نمیاد. من 5 روز در هفته تمرین میکنم که فشاری رو که الان روی پاهات میاد تحمل کنم. فرانکی به جز فلای بورد یک ایزی بورد هم ساخته. این یکی دسته داره. فعلا دارن توی ارتش آمریکا آزمایشش میکنن. چند تا آزمایش با ارتش آمریکا کردیم. اون اولین سربازی بود که آموزش دادیم و این ماشینیه که میخواییم بفروشیم. فلای ایربورد بیشتر نمایشیه. یعنی آدم وقتی اون بالاست چه حسی داره؟ اوف، اصلا یه چیز دیگه است. بهترین کاریه که در زندگیم کردم. مؤسسه فناوری ماساچوست یا اونطور که به نام MIT معروف شده، یکی از مهمترین دانشگاه‌های علمی و پژوهشی در دنیا و آمریکاست. هفته‌ای گذشته گزارش‌هایی داشتیم از این دانشگاه. حالا می‌خوام بریم سراغ یک سری از آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌های دیگه‌شون. خانه مجازی جاییه که هوش مصنوعی می‌تونه نحوه انجام کارهای خانگی رو بیاموزه. آزمایشگاه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی MIT میخواد از این شبیه ساز که از بازی سیمز الهام گرفته برای آموزش ربات ها در زمینه نحوه انجام وظایف در آینده استفاده کنه. هر کار از گام های کوچیک تشکیل شده. مثلا درست کردن قهوه با دستور درکش رو باز کن و فنجون رو بردار شروع میشه. ما میخواییم این برنامه ها رو بر اساس ویدیوهای واقعی تولید کنیم. بنابراین ایده اینه که کسی کاری رو انجام بده و بر اساسش برنامه نویسی بشه و به عنوان یک فعالیت ارائه بشه. این برنامه میتونه موانع رو شناسایی کنه و اونا رو دور بزنه. مثلا استفاده از استکان به جای یه لیوان آب برای آماده کردن قهوه. این عوامل مجازی با توصیف بیش از 3000 وظیفه آموزش دیدن. اما آزمایشگاه MIT میخواد هوش مصنوعی این کار رو با تماشای ویدیو یاد بگیره. آزمایشگاه MIT در این حال میخواد ربات‌هاش یاد بگیرن که چطور با انسان هم کار کنن. حالا که ما میدونیم مراحل کاری که یک فرد انجام میده چیه، میتونیم یک عامل خارجی رو تصور کنیم که مراحل کار رو همزمان پیش بینی کنه و چون میدونه شخص چه کارهایی انجام میده مزاحمش نمیشه و باهاش همکاری میکنه تا کار به سرانجام برسه. <تص->
این ماشین خودران میتونه در مناطقی که ماشین‌های دیگه نمیتونن برن برونه. بسیاری از ماشین‌های خودران به نقشه‌های سه‌بعدی با اندازه‌گیری‌های دقیق خطوط جاده متکی‌اند. اما خیلی از جاده‌ها هنوز نقشه‌بندی نشدن. مپلایت آزمایشگاه علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی MIT به یه ماشین خودران اجازه میده تا در جاده‌های روستایی خاکی یا بدون علامتگذاری رانندگی کنه. وقتی شما در یه منطقه جنگلی رانندگی میکنین، محیط بسیار متقارن و تمام ویژگی‌هاش بسیار شبیه هم به نظر میرسن. ولی در این حال سیستم ما میتونه توی جاده‌های این مناطق رانندگی کنه. دقتش در حد چند سانتی‌متر نیست، اما اونقدر هست که بفهمین آیا در محدوده یک تقاطع خاص هستین یا نه. این سیستم ترکیبی از GPS، یک نقشه معمولی و حسگرهای لیزری روی ماشین تا موقعیتش رو تعیین کنه. MIT ادعا میکنه این سیستم وقتی در روستاهای ماساچوست آزمایش شد، یک بار هم از جاده خارج نشده، اما محققان میگن رانندگی در شرایط بد آب و هوایی هنوز برای سیستم یک چالشه. ما واقعا امیدواریم سطح بالایی از درک معنایی اون چه جلوی ماشین هست رو به دست بیاریم. ما میخوایم این وسایل نقلیه بتونن رفتار سایر وسایل نقلیه و سایر موانع اطراف خودرو رو هم درک کنن. ایالت کالیفرنیا حدود 600 هزار مرغدونی داره. خیلی‌هاشون در سیلیکون ولی هستن که صاحباشون آدم‌های اهل فناوری‌اند. کلاً جوجه داشتن یه مقدار حالت پوز پیدا کرده. شغل هدر اینه که به مدیرهای بخش فناوری کمک می‌کنه با هم ارتباط برقرار کنن. وقتی میاد خونه با جوجه‌هاش ارتباط برقرار می‌کنه. بیان اینجا دخترها. مثل ترک اعتیاد میمونه. دیگه از این دورتر به فناوری نمیشه. انگار برگشتی به مزرعه. پدر من توی مزرعه بزرگ شده بود. این کار رو که میکنم یاد بچگی میفتم که میرفتیم مزرعه. مرغ داریش جای لوکسیه. بالاخره باید به خونه‌های اشرافی اطرافش بیاد. یه سیستم آبیاری ساختیم که وصل میشه به آب‌پاشا. در نتیجه هیچ وقت لازم نیست دستی آب پر کنیم. ما فقط 10 روز یه بار توی لوله‌ها غذا پر می‌کنیم. البته فضله‌ها رو هم باید جمع کنیم و گاهی هم بغلشون کنیم. مرغ‌ها عاشق بغل شدنن. البته بچه‌های هدر هم از نسل بچه‌های موبایل به دستن، ولی حداقل یه مقدار وقت هم با مرغ و خروساشون می‌گذرونن. یوهان روی یکی از پیشرفته ترین طرح‌های خودروهای خودران کار میکنه، ولی وقتی میاد خونه دوست داره کار یدی کنه. روزهای طولانی، پرفشار، خیلی پرفشار، کلی کار میخوایم بکنیم، کلی هدف بزرگ داریم که خب رسیدن بهش کار سنگین میبره. یوهان با همسر و 4 فرزند و 5 گوسفند و 13 مرغش زندگی میکنه. برای افرادی مثل یوهان مهمه که در قلب فناوری و دستاوردهاش گرفتار فناوری نشن و بچه ها دنیای واقعی رو هم درک کنن. خیلی مهمه. برای اینکه اگه ولشون کنی اسیر این ماجرا میشن. اون هم در این منطقه‌ای که فشار درس و مدرسه و اینجور چیزها خیلی زیاده. رسیدگی به مرغ‌ها و فروختن تخم مرغ به همسایه‌هایی که خودشون مرغ نگه نمی‌دارن باعث میشه بچه‌ها کمی از فناوری فاصله بگیرن، هرچند برای یه زمان خیلی کوتاه. حداقل فهمیدم که چرا مرغ نگه داشتن برای یک عده اینقدر مهمه. کسایی که خیلی درگیر فناوری هستن. البته منم درگیر فناوری هستم، تا گویا به اندازه کافی درگیرش نشدم. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.